درود خدمت تمام شما بیننده های گرامی. در این برنامه تلاش میکنیم تا از آخرین جزئیات گردش ویروس کرونا در جهان برای شما اطلاعات تهیه و تقدیمتان کنیم. طبق معمول میپردازیم به کشورهایی که دارای بیشترین افراد آلوده و جان باخته را دارند و در کنارش وضعیت کشورها در مبارزه با این ویروس. امریکا با داشتن 2,996,679 فرد آلوده در صدر است و نزدیک به 3 میلیون تن شده شمار مبتلایان در این کشور و شمار جان باختگان هم به 131,486 نفر رسیده است. شمار مبتلایان در برزیل به 1,668,589 نفر رسیده و شمار جان باختگان هم به 66,741 تن. البته قابل ذکر است که پس از امریکا، برزیل یکی از کشورهای امریکای جنوبی وضعیتش نامتعارف است و این آمار به یک نحوه در 1.5 و یا 2 ماه به ثبت رسیده و قبل از این آمار به این بلندی وجود نداشت و این بیانگر از این است که هر کشوری که ویروس کرونا را و مبارزه با این ویروس جدی نمیگیره، اگر بحث سروی و شمارش افراد آلوده در میان باشه، ظاهرا خیلی بلند از آنچه است که ما حداقل در رسانه ها و آمار رسمی میتونیم داشته باشیم. پس از برزیل، هند در آسیا با داشتن 742,417 آلوده در رده سوم است و شمار جان باختگان در هند به 20,642 نفر رسیده است. آنچه که قابل نگرانی است، در هند نفوس بیش از حد در مقایسه با دیگر کشورهاست. البته چین که پرنفوذترین کشور دنیا به حساب میآید، توانست که با تدابیر و برنامه هایی که حالا خودشان و یک نحوه تانستن او را تطبیق کنند، موفق باشند و شمار مبتلایان و افزایش شمار متوقف بسازند. پس از هند، روسیه هم در آسیا با داشتن 699,749 فرد آلوده در جایگاه چهارم است و شمار جان باختگان در روسیه به 10,650 نفر رسیده است. شمار جان باختگان در برزیل در مقایسه با دیگر کشورهای که آمار مبتلایان بلند است بیشتر است و ای بیانگر نبود امکانات و در کنارش رعایت نشدن نکات بهداشتی میتونه باشه. هرچند حکومت ها تا حد توان تلاششان را میکنن، هر حکومت و هر کشور مشکلات به خصوص و منحصر به وضعیت خود داره، اما دیده میشه که شمار تلفات در برزیل نسبت به دیگر کشورها با توجه به شمار مبتلایان بلند است. پس از روسیه، پیرو هم یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، شمار مبتلایانش به 309,278 نفر رسیده و شمار جان باختگان در این کشور به 10,952 تن. آنچه که در افغانستان هم مقام های صحی اشاره میکنند این است که شمار مبتلایان به گونه رسمی کسانی که آزمایش میشن، کسانی که ثبت میشن او اعلام میشه، اما آمار واقعی به مراتب بلندتر از این اعداد است که ما خدمت شما تقدیم میکنیم. پس از پیرو، شیلی یکی از کشورهای دیگر امریکای جنوبی با داشتن 301,019 فرد آلوده در جایگاه ششم قرار داره و شمار جان باختگان در شیلی به 6,434 تن. البته با توجه به وضعیت که افغانستان داره، در دیگر کشورها تا حد امکان دیده میشه که با توجه به تکنولوژی، فناوری و ابزاری که حکومت در اختیار داره، شمار جان باختگان مشخص است. اما با تاسف که در افغانستان آمار زاد و ولد و مرگ و میر به گونه درست و دقیق وجود نداره و آماری را که وزارت صحت اعلام میکنه تا جای میشه که بگوییم که آنچه که در اختیارشان قرار میگیره، اما آمار واقعی خیلی متفاوت تزی است. بریتانیا هم شمار مبتلایان به 287,880 نفر رسیده که البته سیر نزولی را نشان میده تا جایی و شمار جان باختگان به 44,476 نفر. مکزیکو یکی از کشورهای امریکای جنوبی، شمار مبتلایان که در این کشور به 268,008 نفر به گونه رسمی اعلام شده، شمار جان باختگان به 32,014 تن رسیده است. پس از مکزیکو، اسپانیا شمار مبتلایانش به 252,130 تن رسیده و شمار جان باختگان به 28,392 تن. البته وضعیت در اروپا از یک ماه و یا
یک ماوند به این طرف رو به بهبود است. حداقل شمار مبتلایان به گونه ای که هفته ها و ماه های قبل رو به افزایش بود او کند شده و شمار جان باختگان هم در امو اعدادی که ما هفته های قبل بودیم امونجا توقف کردیم. پس از اسپانیا شمار مبتلایان در ایران به 248,379 نفر رسیده و شمار جان باختگان هم به 12,084 تن. وضعیت در ایران هم به یک نحوی است که آمار دقیق و آنچه که شمار دقیق مبتلایان است به دسترس حکومت و بخش صحی قرار نگرفته، اما آنچه که ثبت شده و آزمایش شده مانند افغانستان او همگانی میشه. پس از ایران که حالا در پایان افغانستان در رابطه با وضعیتش صحبت داشتیم، اما آمار رسمی که از سوی وزارت صحت اعلام میشه شمار مبتلایان به 33,594 نفر رسیده و شمار جانباختگان هم به 937 نفر. بحثی که قابل غور است این است که شهروندان تا جایی که دیده میشه به هیچ وجه به نکات بهداشتی توجه ندارن و این به یک نحو منشأ میگیره از عملکرد حکومت. حکومت در روزهای نخست گسترش این ویروس محدودیت خیلی قوی روی دست گرفت، اما پس از یک ماه و نتوانی در ارائه خدمات و رسیدگی به نیازمندان دیده شد که دوباره وضعیت به گونه عادی برگشت. اما بحث تحصیلات و همچنان آنچه که برمیگرده به خدمات عامه به گونه عادی بر نگشته است. در رابطه با وضعیت افغانستان و آنچه که حالا نگرانی از دوباره باز شدن کافی شاب ها و رستوران ها است و عواقب بدی که به یک نحوه مردم نگران هستند گزارش مشاهده کنیم و برمیگردیم با جناب آقای جمال الدین احدی، مسئول سرولانس و تنظیم آمار و ارقام ویروس کرونا در وزارت صحت بیشتر صحبت میکنیم و از ایشان پرسش هایی که در ذهن شماست مطرح خواهیم کرد. گزارش. افغانستان مرحله اوج این ویروس را سپری میکند. درهای شمار زیاد از رستوران ها و کافی شاب ها به صورت غیر قانونی بروی مشتریان باز شده است. بازگشایی که تا اکنون هیچ تصمیم قطعی بر آن گرفته نشده است. اجزای ما که به کار خود و فعالیت آغاز کردن اصلا قرنطینه هم در نظر نمیگیرند، خطرات خود هم به خود ایجاد میکنند، هم به جامعه خطرات ایجاد میکنند. عدم نکات های اصولی برای مردم از طرف وزارت صحت عامه کرونا را تا به امروز به یک بحران بزرگ تبدیل کردند. بازگشایی رستوران ها و کافی شاپ ها این تصور را برای بسیاری از مردم به وجود آورده که بحران کرونا به پایان رسیده و همه چیز به شرایط قبل از گسترش این ویروس بازگشته است، در حالی که وزارت صحت نگران همچو وضعیت است. وزارت صحت تاکید می کند اگر رستوران ها و کافی شاپ ها بدون دریافت مجوز به فعالیت هایشان ادامه دهند، روند بهبودی از ویروس کرونا را ناممکن ساخته، شیوع آن را بیشتر از پیش خواهد کرد. به مو تعداد از رستوران ها اجازه فعالیت داده میشه که هیئت نظارتی ما او را تایید بکنه که رستوران میتونه تمام معیارهای بهداشتی را و معیارهای که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا نیاز است را تطبیق کنه. تمام رستوران ها به هیچ صورت مجوز فعالیت دریافت نکردن. وزارت صحت همچنان میگوید که حضور در مکانهای عمومی و مراکز پرخطر همزمان با شیوع ویروس کرونا نه تنها کسب و کارها را فلج خواهد کرد، بل جان عده زیاد از مردم را نیز خواهد گرفت. چنانچه در گزارش هم مشاهده کردید، نگرانی از بازگشایی مراکز که حالا عرضه خدمات دارند به ویژه بخش غذا وجود داره، اما بحثی که قابل غورسی است که شمار جانباختگان در افغانستان مشخص نیست و شمار مبتلایان هم آنچنان که حالا مقام های صحی افغانستان میگن در هیچ بخش کشور و یا جهان به گونه دقیق آمارش وجود نداره، اما مسئولیت شهروندان این است که به خاطر حفظ جان خودشان، عزیزان و دیگر هموطنانشان هر آنچه در توان دارن باید به خرج بتن و باعث انتقال ای ویروس به افراد دیگر نشند. تا جایی که دیده میشه ای ویروس حالا
نزدیک و یا بیش از 4 ماه از پیدایشش میگذره و این ویروس واقعا تهدید جدی برای تمام جهان عنوان میشه و هر قدری که بخوایم نادیده بگیریم گسترش این ویروس به همو پیمانه این ویروس گسترش پیدا میکنه و قوی تر خواهد شد. در رابطه با نگرانی ها آخرین آمار و همچنان دستاوردها و چالش ها بیشتر صحبت میکنیم. آقای جمال الدین احدی با ما هستند. درود به شما جناب احدی. در ابتدا میخواهیم که از نگرانی تان برای مردم بگوین که واقعا شما به عنوان یکی از مسئولین بخش بهداشت افغانستان نگرانی جدی تان به گونه مرحله وار و یا شماره وار از کجا شروع میشه و کدام موارد باید در نظر گرفته شود؟ تمام نداوند های محترم نگرانی وزارت صحتامه در این هستند که تمام شهروندهای کشور و خاطی بهداشتی که در وزارت صحتامه و شهروندهای افغانستان مطبوعات و تلویزیون ها و آدیا دفتر شود چیزی را نظر پاسله اجتماعی را بعد مراد بکنم و دستای خود را بعد مقرر باب و سالون بشه اگر اعراض و علائم مرض کرد مثال بگرم اگر وضعیت مریض شدیدتر شد یعنی نفسگی پیدا کرد بعد به مرکز صحی که به مرض کرونا این نقاطی که خدمت بیننده های محترم اگر مطمئن شود توقع مطمئن مشاهده عربی ادوات بوده. اگر صدای ما را به گونه درست داشته باشین جناب احدی میخواییم که آخرین آمار از شما داشته باشیم و موضوع سروی و سرشماری افراد که ممکن آلوده باشند به کجا رسید و چه زمان تکمیل میشه و پس از سروی ای چه کمک به خاطر مبارزه با این ویروس برای ما خواهد کرد؟ بسیار خوب آماری که تا به حال وزارت صحت در دست داره در حدود 77500 واقع مثبت کرونا در افغانستان البته یک واقع سمپل گرفته شده که از جمله 33594 واقع مثبت لاکنی و همچنان تای از 60 تا 69 سال بیشترین تعداد مرگومی داریم و تعداد اطفال مصابین بسیار کم داریم. بحث سروی به کجا رسید و تا کنون چند درصد از این تکمیل شده و آیا در این زمینه مشکل امنیتی وجود داره که دیگر نهادها با شما همکاری کنند و بیشتر در کدام مناطق مشکل دارن که باید این سروی تکمیل شود؟ بله قسمی که شما در جریان هستین ارقام فعلی که وزارت صحت عامه در دست داره
یعنی به مراتب تعداد واقعات در کشور بیشتر از دو هفته، چون واقعات خفیف و متوسط این مرض به تحصیلات صحی مراجعه نمیکنه و برای تست به لابراتوارها مراجعه نمیکنه، اکثرا در خانه مخفی میمانه. و ارقام فعلی بیانگر از این است که ما در افغانستان به این تعداد واقعات داریم و واقعات حقیقی به مراتب بیشتر از این هسته. بنابراین یگانه روشی که بتانه آمار و ارقام حقیقی به ما بگویه سروی هست که وزارت صحت عامه، رهبری وزارت صحت عامه سروی را برای انداخته که از تمام افغانستان به شکل رندوملی از تمام 34 ولایت افغانستان آمار و ارقام وفیات و مصاف شدگان پر یک سروی جمعوی مطبنه و بعد از یک تصویر عمومی که چه خواهات چه خواهات داریم و چه خواهات داریم با ما خواهد ارائه بکنه. این باز کمک خواهد بکنه که چه نفوس ما مصاف شده. اگر اعداد بیشتر نفوس ما مصاف شده باشه، باز به این معنی است که ما از پیک مرض یا از اوج مرض تیر شدیم و کشور یک حالت میره که یعنی مرض به حالت کم شدن هست و وزارت صحت عامه مطابق از او راهکارهایی که برای کنترل مرض ضرور است مطابق از او در نظر خواهد. تا کنون آمار در دسترس شما قرار گرفته که به چه تعداد از شهروندان به این ویروس پس از سروه فکر میکنین که آلوده شدند و میتونین از روی سروه آمار شریک کنین و یا نه هنوز زود است و چه زمانی تکمیل میشه؟ سروه تقریبا تمام شده و یک هفته قبل ترینینگ و اعزام کارتونای سروی به ولایات شروع شده و امروز در ولایت کابل عملا این سروی شروع شد و قرار است که در 20 روز این سروی تکمیل شود و ارقامش با شهروندان کشور و با تمام ادارات شریک شود. در رابطه با تجهیزات و امکانات، باره آقای وزیر گفتند که در بیمارستان ها خود ما اکسیژن تولید میکنیم. در چند بیمارستان در حال حاضر اکسیژن تولید میشه و چالش اساسی در شرایط جاری به خاطر مبارزه با ویروس که وزارت صحت دارد چی است؟ آیا واقعا شما به عنوان تیم صحی در صدر کار هستین و یا نه دیگر تیم ها و کسانی هستند که به یک نحوه شما را اجازه نمیتن و یا ممکن است که شما نتونین به کارتان برسین با موجودیتشان؟ اکسیژن وزارت صحت عامه با شرکت هایی که وجود داره، ششفت شرکتی که هست در اکسیژن به شبخانه های کرونا تهیه میکنه و همچنان در شبخانه های موجوده کرونا پلان از اینکه اکسیژن همونجا تولید شود و از کمبودش جلوگیری شود کارش آغاز شده و این مشکل به زودی رفع خواهد شد. و در رابطه با کارکرد خودتان، آیا بحث کمیته مبارزه با ویروس کرونا چقدر با شما به یک نحو هماهنگ و همصداست؟ بودجه به گونه درست با رضایت شما مصرف میشه و همه چیز عالی است؟ بله، در چوکات وزارت صحت عامه به رهبری جناب وزیر صاحب کمیته کرونا زیر هدایت جناب وزیر صاحب و رهبری وزارت صحت عامه کار میکنه و هماهنگ مطابق استراتژی های وزارت صحت عامه کار میکنه و مشکل جدی. بسیار زیاد تشکر جناب آقای جمال الدین احدی، مسئول سربلانس و تنظیم آمار و ارقام ویروس کرونا در وزارت صحت. وقتتان بخیر و سپاس از شما بیننده های گرامی که این برنامه را بیننده بودید. به خاطر حفظ جان خود و حفظ جان عزیزانمان و از لحاظ روحی و روانی بتانیم کمک کنیم، نقش خود ایفا کنیم، آنچه که به عنوان هشدار بر ما گفته میشه را
در نظر بگیریم، جدا از اینکه حکومت و نهادهای مسئول چقدر کارشان را به درستی انجام میتن و یا خیر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.